خودشو بخوری کلسوم تو کار خودش گرگیه شما مردم که همش بشین و چایی بخورن و چپاق بکشین و هرتون نفت بردن بابا داشتیم ناسلامت دیم بشو به کارت بره بله دیگه هر کسی رو بهره یه کاری ساختن اوه یکی واسه دویدن و کاکدن یکم برای خوردن و نشستن و هرتون نفت دیدن احسا توی نیدادیر یکی به ما زد آجی تو که میدونی این کلسوم قابل دهان شکوبت نداره جلوی قشون سلب و تور رو میشه گرفت بچه دنکی نکو بزیدم این دیگه اما جلوی این کلسوم رو نمیشه گرفت خب بعد فرمایید دیگه بابا دیگه باز از روی حساب 24 بالاخره تنقل ما دهاتیونشو بگیر اما چاییشو نه کبله چی حق صدیقه طاهره نجاتش بله آقای امید چی شده؟ بچه چی؟ بچه داره با پا میاد ای خدایا خودت آجی نه مگه می باز با سر بیا خب بچه ی آجاد با پا را میادی ما خودمون هم با پا را میادی ساکت شو بینا یا آقا من بنی خوشم دستم با اون دومن نه میخوای با شما یوسف دانویز خبر کنم نه مرد خودم حال خودم نه بابا دست پاچه نشو اصلا از بابا بشو روی پشت بوم از اون بگو او هیچ یادم نبود بلند شو بشو روی پشت بوم از اون بگو شاید خدا مارت رو نجات کنه بلند از اون بگو همه بشو رو فنا دعا بکنه ای خدای من دران از اون میگن حتما کار بچه هایه او بچه ها که با از اون خدا شوخی نمکنن آه یقین زهو زره اینجا سخ اینجا از اون میگن که دعا کنی راست میگه الهی درد درد مندون دبا کن درد ای زهو و بیچاره را صبح کن خودشو بچهش از او الهی امی الهی امی
چه از اون بی موقعیه؟ حتما یه زعو داره درد میکشه، دعا کنی. خدایا خودشو عیالشو سلامتی حضرت الهی آمین. خدایا قدمشو برای اهل ده و مملکت مبارک. الهی آمین. امن یجیب المضطر اذا دعا و المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا. خدا بری دختری گیسگلابتون مثل قرص قمر داده. ننه اصطلاح حالش چطوره؟ خدا حالش خوبه. خب الحمدلله. خب قدمش مبارک باشه، چشم شما رو سلامت. خدا عزتت داده. بیا کلسو اینم پول نباتت، خیلی زحمت کشیدی بابا. پول دست شما، حالا بشه موسیقی تو پیاز بذارم بال سر زاوی که آل نگیره. خب الحمدلله. خب بفرمایین بفرمایین، اقلکن دستونو شیرین برکنین. نه تا رخصت ندی که ناف دخترتو به اسم پسرم جعفر قلی ببرن دست به نون نمکت نمیدن. درست سر به زنگا گرفتی حاجی ها. مبارک باشه. مبارک باشه. خوف در تخت جوری همو دختر کبله واسه پسر حاجی. پسر حاجی صاحب اختیار. پس همینجا قول هاده. قول میدم بابا، جعفرم مثل اولاد خود مایه. بیا جلو بینم جعفر جان، بیا جلو بینم. بشو جلو بشو. الهی به پای امپیر بشین بابا. بابا زیر سایه شما. زیر سایه شما. آی خاله کلسو، کلسو چی میگی کبله؟ دستم بنده. کیه؟ ناف این دختره رو به اسم جعفر قلی ببری که همه بدونن اگه خون به پا این دختر مال جعفر قلی پسر حاج ولی اللهیه. ناره او چون رخ او قشنگه با گل ناره. هر روش کمون یا چشمای او بارونیه، گلپه او گلاب دونگونه او زندومیه. دلقش این تر از کلوچه قندی بود که در آن نهان بسی روز دل بندی بود.
بفرمایید یا الله بچه ها سر و صدا را انداختن. نخیر چیزی نیست. در این قبیل مواقع دف زدن و شادی کردن جایز است. اتفاقا غیر از اسم گذارون و شب شیش، نومزدی نورسیده با غلامزاده جعفرقلی هم هست. به به چه بهتر، خیلی مبارک است. سایه شما انشالله به پای هم پیر شد. البته زیر سایه شما برای خدمت. بسم الله. دفر مای نوش جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به الحمدلله شکر. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله و تبارک الله احسن الخالقین. اسم انتخاب کردین؟ هرچه شما بفرمایید. با اجازه شما مادرش از گلنار خوشش اومده. بسیار خوب و مبارک است. خودش گل است و اسمش هم گلنار. الله و اشمال و خوب اشمال شمال لا لحب الله و اشمال 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 علی و علی الله و اشمال انشاءالله قدمش مبارک می بشن و به پیری برسن انشاءالله. ای آقا چه صحبت ها مبنی؟ تا دو ساله بیاد جو بشه دل صحابش آمش. تا دو ساله بیاد جو بشه دل صحابش آمش. در آوردن
آمد و مد دل بر من یار من نو گل بی خار من به بر بگیرم قد و بالاشه به بوسمون چشمون شهلاشه گل نار گل نار گل نار بلند شو ای جان پاک که می کنم سینه چاک بیام رو چشمان من فدا گرد این جان و تن چرا که گل هستی و گل ناری بهاری و جلبه گل داری گل نار گل نار گل نار تا دنبالت نفرستم دلت نمیاد پاشی بیه اینجا این حرفا چیه گلی جون من تو رو از چشام هم بیشتر میخوام احمد مواظب باشا مواظبتم گلی جون بالاخره تصمیم گرفتم که ما رو هم بفرستم پیش مارت خواستگاری فایده این کار چیه تو که میدونی پیر خدا بپوری کرده قبل از مرگشم به داداشم وصیت کرده منو به جعفرقلی هاده خوب میشناسی هر چی بابام وصیت کرده همونطور میکنه قلی جو خدا اون روزو نیاره که داداشم بفهمه منو تو همدیگر مخوای ها بفهمه که بفهمه قلی بچه پاتو جمع کن از سر را نه میخوام خوب از اون بر بشه من جدر خریدی عجب یالای تخصی هست داشت مثل مطلا از این برشو از این برشو چرا بابا؟ آخه میدونی سلاح در اینه که از این برشی از این بر باد میاد باد میاد؟ آها آها راست میگه باد میاد آها آها یه بشی یه گوشه دیگه ای احمد مواظبت باش مواظبتم گلی جان آخه الان دو ساله که جعفرقلی رو دولت فرستاده داشتم دونم میگن آلمان ارتیش کجایه اصلا خبرش نیست راست میگه گلی جان الان دو ساله که رفته دریغ از یه کاغذ که برای هم نوشته باشی من خودم هم نمیدونم این چجور نام زدی بلکه اصلا دیگه نیاد یا وقتی اومد یا تو رو نخواد یا همونجا زن گرفته باشه خدا از دهانت بشنوه راحت میشن گلنار گلنار داداشت خاک من سرم شد خدا مرگم حادثی چه کنم کجا بشم اینجا بینم نترسید نترسید دروغ گفتم زهل درف شدین عاشقا رو چقدر ترسوند و نفری ایاد زهلم اوشو چرا قشقی نه بابام کویه دست دکون حاج ولی الله قنچایی بخری کاری داشتی؟ نه گوش کن نه مخواستم بپرسم به اینم بابام چند ساله بود که تو رو گرفت باز بخوای سر به سر برم بذاری؟ چند ساله بود؟ 19 ساله بود 19 ساله؟ ها نه آجا نه ها من چند سال دارم حرف آخره مزد کیو مخوای ننه؟ نه دلم مخواد فردا یه صدفه بشی خونه کلمیتی خدا بیامرز بشم چه کنم؟ بشی مزه دهون ننه گلنار رو بفهمی بینی دخترش به من هم ده یا نه دیوونه شدی؟ بس. هیچ وقت نمیشن دختره نامزه جعفرقلیه باباشتم مگ وصیت کرده نه گوش کن من گلنار رو مخوام شه اگرم نشی واسم خواستگاری بکنی یا سر به بیابون بذارم یا دق میکنم وای خدا مرگم بوده خودت چند دفعه گفتی تو پیدا کن من بشم خواستگاری ها
حالا فکر تو بردار. خیلی خوب، اما باید ببینم بابا چی میگه. ننه جان نبو، اول باید ببینیم ننه گلنار چی میگه اون وقت. خیلی خوب، من میشم، اما میدونم که نمزه یکدیگر به تو نمیدن، اونم پسر یه نفر حاجی. ننه خود تو چرا به کوچه الکب میزنی؟ من که خودت پیش از بابام نمزه قاسم پسر حاج نوروز علی نبودی. چطور شد؟ حق دیدن که تو بابام مخایب کار به جای بدبد بکشه. خب دیگه از سر دریش بابای بیچاره من دون تو جمع کن، زلیل مرده؟ نه خب خدایی جو بگم دیگه. حالا چی کار میکنی؟ نمیدونم والا، خدا عاقبت این کارو به خیر کنه. همین امروز از بشم دیگه. بشی مرونه دو اگه دونه نه بگم. آخه زن کبله هور هون جون مهمون نمخوای. چرا نمخوام؟ مهمون حبیب خدایه. سلام خوار. سلام خوار. سلام. سلام روی ماه دختره گلنار جان. بشو یه چای بریز ببینم. ماشالله ماشالله چه دختر خوشگله، نگاش کن. بفرمون بالا اینجا تو خوب میگه. من غریبه یم. آخ 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 چه عجب از این طرف ها. خب والا خوهر کار ما یک گره خورده که به دست تو وامشه. خیر انشالله. خیر ببینی خواهر جان. راستش اینه که امروز اومدم اینجا یه قلیون تفبه کشم و شیرین کام بشم. چطور؟ خودت میدونی که قلی من جوون سر به زیریه. دیگه وقت سر سامون دادنشه. مبارک باشه. سلامت باشی. ماشاءالله. قربون دست پنجه. بس سرما دست درد نکنه. گلنار جان بشه یه هندونه بشکن بیار برمی. همدونه؟ بفرما. حالا خیال داریم کی واسش بگیریم؟ راستش هم خودش هم ما گلنار رو پسند کردیم. گلنار؟ بفرما. گلنار که خودش نومزد داره. درسته، اما نومزشی که چند ساله دولت پرسادش رفته فرنگستون در زراعت بخونه. معلوم نی بیاد نیاد، گلنار رو بخوان نخواد. والا منم دل خوشی از جعفرقلی ندارم، اما چی؟ اما اینکه ما زنا اختیار چیو داریم که اختیار شوهر دادن دخترمونو داشته باشیم؟ اختیار داره خونه عبدالله، اونم که میگه الا و للا باید وصیت بابام عمل کن. آخه شاید جعفرقلی اونجا زن گرفته باشه. خدا میدونه. میخوای یه کاری بکن؟ ها بابای قلی رو بفرست پیش الله. خب شاید خدا بخواد و راضی بشه. باشه خواه. بالاخره اختیار داره ما مردمونه، شاید با هم کنار اومده. خدا رو چه دیدی؟ خب البته حق با توی خواهر جان، زحمت کم بکنم. کجا دوده؟ برم کامدو بردم. اوه شیرین کام باشی دخترم. دست درد نکنه، قربونت برم. خدا حافظ. خدا نگه. خدا حافظ. بسامن. نام شهر زد، هیچی نام فهمید. باز با خودش حرف بزنم بهتر. قلی قلی جان، بابا جان، من نام فهمم این ننه چی میگه. حواسش پرت شده، عقلش کم شده. مگه چی میگه بابا؟ میگه بشی گلنار دختر کلمکی رو واسه قلی خواستگاری بکن. باید حرفی که نمزنه بابا. اینم حرفا نمزنه. پسر جون این نامزد جعفرقلیه. گیر نشدی؟ چرا؟ بابا جون همه اهل ده اینو میدونن. از این گذشته ایل و طایفه ما با اونا میونه خوشی نداشتن. تولا چند دفعه سر ایل و چرای هشم با هم دعوا میشده. یه دفعه هم که خبر داری خیر را بفتاد. همین چند روز پیش بود که سر دختر کلسفر بلاتالی رو دار بزن. بابا جون نه صحبت خون خونریزیه، نه من بلاتالیم، نه جعفرقلی خبر اثری هست. قلی بیا و از خر شیطون پایین شو. تو دختر بهتر از گرنار تو این ده ریخته.
هم که دختر خدا خبر نکرده. آخه شما از چشای من نگاه بکنی کورشم چشای خلاصا بابا اگر اینه رو برای من خواستگاهی نکنی نادیه رنگ منو نمیبینی. بابا سرم از دستم میشه خواب زن بشین کشک تو بسام دارم میتابم دیگه. آدم از دشمن خودش چطور میتونه خواهش بکنه؟ میگم خواب تای نشه یاد جوونی های خودت بیاد که چطور پاشته در خونه ما رو ورکنده بودی. جمعه از نماز جماعت که برگشتم میشم با برارش صحبت بکنم. من الان برمیگردم. حالا فهمیدم که دم و ساعت این پسر کجا ببرده. چیه؟ چه خبر؟ گلوی بکن زودی بیا کارت دارم. نفهمیدی چی کار داره؟ نه اون که تمام حرفشو به من نمیزنه. باشه باشه باشه. حاجی بکر جعفر کاغذ نوشته که میاد. جعفر میاد چه خاکی به سرم بکنم؟ گلی جون عقل منم قد نمیده. مخوای بشو پیش ماره راست حقیقت چی بهش بگو و با اونه رو نمخوام اینه رو مخوام. گلی جون بهش بکدم گریه کردم اما ننم دشنامم داد بکود اگه داداشت بفهمه تو رو مکشه. معلوم نکرد که میاد؟ نه منو بگو که پیارم راضی کردم بشه پیش برار خواستگاری. اوی داداشو اگه منو به اینه همجا ما کشم بگه من موقع بیخوایم بشی. بکودی کاغذ بنوشته. آها الحمدلله کاغذ بنوشته. او الحمدلله چی بنوشته؟ نوشته که درسش تموم شده ما هم حرکت میکنه یه سرم میاد اینجا فکر میکنم واسه شب جمعه اول اون ما به امید خدا اینجا باشه. من خیلی دلم میخواد این جعفر فرنگستون رفته رو بینم چریختی شده. خلاصه آقا عبدالله تا جعفر بیاد انشالله ما باید بساط عقد و عروسی گلنار رو به راه آورد کنیم. انشالله من همین رو به ننم میگم که دست به کار باشه. او باش چه خبره؟ آخ الان گیر مفته. آی مردم آی باجو پامار بزی آخ پامار بزی آی به دادم برسید سوختم آتیش گرفتم به دادم برسید. آی مردم دارم میرم. آی مردم دارم میمیرم به دادم برسید. مردم دارم میمیرم پامو مار بزی آی بابا چی شده؟ چرا داد میکشی بچه؟ بگو بینم شده چی کارش بکنیم آجا؟ ورش داریم ببریمش بوده یه فکر میکنیم. آه بیا کولم بابا برسون همه بیمارستان. بیا بینم. آی پام سو آتیش گرفتم. آی بشه صاحب مرده عجل و از بیف گوشمون پروند. آی پام سب کن بینم. منو بزن زمین بینم. نه بابا اگه بذارم از زمین چلاق میشی. چی رو چلاق میشی؟ اصلا پام مار نزده بود. نه با میدم پا تو مار نزده بود. نه میخواستم خرسواری مفت کنم. خرسواری مفت بکنم. بگوره بده. آی هر وای حالی چی کار داری مکنی؟ بچه های سال و زمونه دیگه. لا اله الا الله. یا بشی ماجی استغفر الله ربی برد بده. عجب زندگی داریم من نمیدیم. نه
باریکلا بده. خب معلوم میشه جعفرقلی تا شب جمعه اول اون ماه میاد. ما هر کاری داریم باید تا اون وقت انجام بدیم. تا خبری از جعفر نبود امیدی نداشتی، حالا که خودت شنفتی. راست میگی، پاد کار ما گره خورده، مگه خدا خودش درست بکنه. راستی قلی جون اونجا تنگ قروب کاری نداری؟ نه. بیا سر سیاه چادرهای بالای ده برو برو میگه چی کار کنی. من نمیشناسم شه. نه میگن حرفش رد خورد نداره. بشین شه. اسمت قلی؟ اسم ماره رقیه. قلی آقا غلام علی باشی. قلی آقا به کسی هم که نظر داری مثل گله، مثل قنچه گله. قلی آقا تالت به برج زهره، تاله عشق و تاله خوشبختی و برکت ها. قلی آقا غم داری، قصه داری، اما خدا یارت ها. دشمن نداری، اما مار سیاهی سر راهت ها. نتر مار سیاه یارت میشه، الله نگهدارت میشه. جوان مردی، دست و دلبازی، آخ دست نمک نداره. عاقبت به خیری و سفیری کن تا خدا دستتو بگیره. قلی جان علی حال منم بگیر. دست داده بنست دست چپتو، دست چپمو. اوهون به قلب اسمه گلنار. اسم ماره گلنسا. گلنار خاتون خودت گلی، دلت هم مثل گل پاکه. گلنار خاتون عمرت مثل کیسای گلابتونت درازه. بختت مثل اون کشفای قشنگت روشنه. خبر نداری که روزگارم سیاهه. روزگاره مثل روی ماه سفیده. سیب صاف نصیب کفتار نمیشه، زینت دست یار میشه. هیچ خواسته نخون، تاله کیه؟ تو رو به خدا راست میگی. اوه اگه دنیا جمع گدن، تو مال این جوونی و این جوونم مال تو هست. اگه بذارم گره ای تو کارتونه که با تلسم من با میگه به تلسم لیلی و مجنون. یه وردی هم میمدم بخونی، اگه مال هم نگردیه دیگه منو تو این در را ندیم. ها اینه رو نصفشو میسوزونین و خاکسترشو به باد میدین، نصف دیگرشم ریز ریز مکنین و به اون میدین. اوی آروم، اوی که با جور سرزن. به حق یوسف و عشق زلیخای او، خدا جون خاتون ما رو به هم برسون. خدا جون خاتون ما رو به هم برسون. سرگشت و خال برسای هم، که دو عاشق بود یار و دلارای هم. خدا جون خاتون ما رو به هم برسون. خدا جون خاتون ما رو به هم برسون.
پدر و مادر ما را فکن فرسا تا نباشیم به جمعن و تو آسان جدا خدا جون پاسون ما را به هم برستون خدا جون پاسون ما را به هم برستون گلی جان فردا پیرم رو میفرستم پیش داداشه اگه این عرصی سر بگیره دیگه دعواها و دشمنی های طایفه همون هم تمام میشه حالا بینم پیرم چون کنه خیر شهر خیر شهر خیر شهر خیر انشاءالله حالا باشی جلو با امید خدا آخه جوونی کجایی که یادت به خیر خدا قوت اصلا خدا قوت خدا حافظ شما آخه ای خدا اصلا اون بیل تو بذار زمین میخواستم با حال یه صحبتی بکنم رفتیم خانه تو نبودی خیر انشاءالله خیر ببینی بفرما مشتی خلاصه و اصلا بعد از پیارت آقایی کدی و خوارک تو بزرگ بکدی حالا بیا وقتش که به سر و سامینشم برسی چی؟ خوارک؟ آره که از نیمزدشم که چند سالی خبری دنیه بالاخره دخترم تا یه سنی میتونه تو خانه بمانه زنده باشه تو دمونم جوون کار اومدی مثل قلی داره چی شده؟ یه دقیقه ویل توول بکن بشینیم صحبت بکن کار که دیر نمیشه چرا دیر میگده؟ آست الله اگه قلی رو به نوکری قبول بکنی قلی؟ قلی که پارسال جلوی اوی مورو گرفت آست الله جان گرده که آب خودش بید. من سگ در خونه من به اون نمیدم آس الله خلق تنگی نکن این حکم پیغمبره خوشبختی دو تا جوونه اگه تو راضی بشی یا این حرفا از میون دو طایفه برداشتم درسته صلح و صفا جای دشمنی و نقا رو میگیره داخل آدم ولی کیه که ما خواهرم بهش آدم آست الله ما چی میند باقی مردم کم تره؟ مردم کیه؟ هم؟ همین تو قلط های زیادی مشتی پیر شدی دیونم شدی آست الله حرف دهانو تو بفهم به ما میگی دیبینه بیشی تو ده ببین یه نفر تو رو عاقل نه خفش رو توی آخر که 20 سال دیر به ما تو دخونی اگه منم به سن و سال تو بیدم حالیت میکنم آست الله بس کاری کردی نمخواستی خواهرت حاضی خب نمیدادی از دوم مردی به دوره که آدم تو دهون بزرگتر از خودش بزنه ای خراب بگرده دور و زفونتون که ملاحظه هیچی رو نه چشمه این بگارم
منو خوبه بابا چی شو؟ ایچی آخه چی شده؟ چیزی دیست بابا ها؟ بعد دفعه گفتم حرف زدن با این پسر فایده نداره جبلای خدا بیامرز آدم خوبی بود نمیدونم این پسر با چی رفته آخه چی شده؟ چی آخر عمری که دهنی هم خوردی آبریم رفت از دولار تو دهان شما زده مگه من مردم الان هر کسی کفه دست بزن تو چه دیوونه نیستی چی شده؟ کاری نراشته باشی کاری نباید بشه شده بله تو نمخواد آتش و دامن بزنی من راضی نیستم به خاطر من میونتین به هم بخوره چی میگی بابا؟ مگه یادت رفته در روز پیش سر همین کارا برادری بیچاره رو دار بدم بلکن بابا هزار تا عشق و عاشقی فدای یه موی تو اون دوون مرد باید حقشو بگیره تا بعد از این به پیر مردا بی‌حرمتی نکنه اگه تو امروز قوت جوونی تو نداری عوضش منو داری من یا باید بمیرم یا تلافی این بی‌حرمتی رو بکنم ولم بکنی ولم بکنی ولا خدا رو مکشم بگیرینش نترزم کنم به خودت آده از جوب خواستگاری شو خواهد جلو دهانشو بگیره چی؟ تو بزنی؟ خون تو دهان من بزنی؟ خون تا تو باشید تو دهان شیره من بزنی؟ بکنی بابا از داروش برنگردونه بنده خدا چی کارهیه؟ از قدیم گفتن اگه خدا بخواد حاده بربر جوارونم خوابو دهتا تو بینو به دریا بنگرو دریا تو بینو جا بنگرو کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا تو بینو هی گلنار همینجا بی خیال واس خودت نشستی برار از در توخون خودش میگرد چی شده؟ کی میخواستی بشه؟ پیروز خونه گناز دادش من میشم تو عنکبوت بیارم خدا مرگ اماده چو کنم تو بشو پیش مارت خونه من میشم نه منم میشم نه جون بشو پیش مارت بعد اونجا بیای من میشم پیش براره بازی رو کنار بیدار دشمنیمون به جا اما حالا وقتی این حرفا دنیه خیلی از دستون رفتیم بیتره من که خانو خوشگتون
نگاهی به جوانی همه رحم بکنم، این جوان بیچاره رم نجاتش هم. با من دشمنی کده، اما من به مرگ دشمنم هم راضی دنیم. بارلاها خودت نجاتش هده، اگرم عمرش دیواقی نی من ازش گذشتم. خیلی ازش خون رفته، باید خون تهیه کرد. تا از درو خون بخواییم کار از کار میگرم. گلی جون دلشم کجایی؟ اوتویه. به سرکم کوه. یواش آروم باشین، اوتویه. دکتر داره زخمشو ببنده. زنده یه؟ خدایا الحمدلله. هزار مرتبه شکر. اما اگه تو نبودی برار رو مردم، کاش ببریمش پیش یوسف رمار. آبجی بذار دهانم بباشه. یوسف رمار نجاتش خونه، باید خون تهیه. چی؟ خون؟ خدا مرگم خیلی ازش خون رفته، دیر به درمون گارسونده. خدا مرگم. با وجود این اگر یکی جوان مرضی بکنه، حاضر بشه از خون خودش به این جوان بده، نجات بده میکنه. حالا نمیدونم بین شما کسی هست این کار رو بکنه یا نه. آدکتر من میتونم خونم رو بهش بدم؟ باید خونه تو امتحان کرد. آفرین، بیا تو شما هم بدین فرده بیر. باید باشم بیش یوسف رمال. قدل یا خود سغن تا خود، قدل یا خود سغن تا خود. کی بست اللای کلمه کی صدمه داده؟ نمیفهمم. ها؟ عجب مادر بچه دی وقتی شده. پس آقا دکتر میگفت خون ازش زیاد بشو. یعنی از ما بهتر اونم دروغ میگن؟ چه میدونم والا. خواهر جون گوش به حرف این دکتر مفترا نده، دوای این کار پیش منه. میدونم، اما مگه این جب باد نظره رو کی از تنه دور کرد؟ خوده از حملوغش کی نجاتت دا؟ خوده. های خوشم میاد از آدم های کیفم. خوبی از خودته آقا یوسف. آفرین برای این پسرتم. اولین گرتو که از استخون مرده های از ما بهترون تهیه کردم دور تخت خوابش بپاد. چشم. این تخم مرغم براش بشکم. چشم. قدرشو بدونا، چهل شب جمعه توی قبرستونا واسه این من ریاضت کشیدم. بردام هفت مرغ سیاه تخم کن، چهار من گندم یه دست، بیست تخم مرغ تازه بردار بیار تا از اونا معجومی برات درست کنم که یه دست به دو دست نکشه. چشم، قربون دست پنجه قابلی نداره. ما چشم داشت و مال دنیا نداریم. بفرم. اما خب دست شما رو که نمیشه رد کرد. بفرمایید. یک و دو بود. خدا نگهدار. به سلامت خواهر جان. به سلامت. ای خدا بنده های احمقتو زیاد کن تا ما از گرسنگی نمیریم.
تو قابل تقدیسه. 10 دقیقه استراحت کن، 1 فنجون شیر هم بخور، بعد میتونی بری. بولی؟ خودم هم همین فکر رو میکردم. او با دشمن خودش هم جوون مردی میکنه. او تا آخر عمر منو زیر خودش گذاشت. اما افسوس. افسوس دیگه برای چی؟ افسوس چون من نمیتونم دهش ادا بکنم. آخه او از من چیزی مخواد که با وصیت پیرم جور در نمیاد. من نمیتونم خواهرمو بهش خوادم. این چه حرفیه؟ اگه پسر دختر همدیگر بخوان، نباید به خاطر این طور چیزا اونها رو از هم جدا کرد. نباید با سرنوشت دوتا جوان بازی کرد. چو کنم که رسم و رسوم ما غیر از وصیت بابام نمیتونم کار دیگه انجام هادم. خودتون بهتر میدونید، از من گفتم. حالا فعلا استراحت کنی. سلام آقا دوست. سلام خانم. سلام. نه الهی پیش مرگت بشم. نه چطوری؟ چطوری برم؟ خوبم الحمدلله. الحمدلله. دکتر بشو؟ بشون پیش یوسف رمار اینا رو هادا دفاچم دور رخت خوابه و گفت از ما بهترون و نصفشو لقب کدی. دکتر بکود چند روز دیگه حالت خوب میشه. من به دکتر عقیده ندارم. دکتر چیه؟ یوسف رمار بکود واسهش توخ بشکه. چلسفه کلسون حاج ولی الله قزنفر خودم. نه قولی. قولی پیار قولی. پیار قولی آقا دکتر. شنبزا یک شنبزا دو شنبزا سه شنبزا چار شنبزا پنج شنبزا همسایه دست راست همسایه دست چپ اونی که از دروازه رفت بیرون اونی که از دروازه اومد تو. خب چلسفر کلسوم قولی همسایه دست چپ اونی که از دروازه رفت بیرون اونی که از دروازه اومد تو. خانم اونجا چیکار میکنی؟ این کسافت کاریه چه رو انداختی؟ ها بیا شنفتی؟ بهتره که چشم حسود بخی کار خودت کردی آقا دکتر. گفتم بفرمایید بیرون این بساط جمع بکنید خانم. چشم میشم واسه تخشی که سرمانه حال ثبوت میشه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ خواهد شد. باریکلا آقا دکتر. حالا کی مرخص میشه؟ پنجشنبه. پنجشنبه؟ پنجشنبه؟ بله پنجشنبه. بفرمایید. درست همون روز که جعفرقلی از فرنگ میاد. حیف نیست این حیوانه زمون باید سره میکشین. خب به جای اون حیوانه این حیوانه باید. خب اومد اومد اونا 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 آزار بخورده شوخی شوخی با ایال منم شوخی چرا مخندی؟ قباحت داره خجالت بکشین. اونا اومد لای شد اومد سلامت رسید الحمدلله خودش هر رسید الحمدلله که به سلامت بابا سلام. سلام بسرم حالت چطوره؟ الحمدلله الهی شد الهی شد نمردم و چشمم روشن شد بهت خوش گذشت بسرم. بد نبود متشکرم. شما ها چطوری؟ حالا احوال شما چطوره؟ الحمدلله. ای تو که هنوز یه دو قلمبه موندی. سلامتی. حالا خوبی شما؟ قربانت تو خوبی خوش میدید. متشکرم. عجب شهری شده. تشکر.
حاجی قدم پسرت مبارک باشه. دومادیشو ببینی. انشالله با همه دوستان باشه. آره همین. ممنونم. ما میاریم یا. متشکرم. باشو بشم. بیاینه یالا یالا. خب جعفرقلی خوش گذشت؟ الحمدلله جات خالی بود. اینطوری که نمیشه، باید برام از سیر تا پیاز تعریف بکنی. چه شما چه خبر؟ تازه کهنه؟ والا خبر زیاده، اما باید در فرصت باز از تعریف بکنی. در فرصت؟ چرا همچی کردیم؟ بری ببینم این هرچیه. چی کار داری که این مسواکه؟ این هرچیه. اینم آدانسه. او یکی هم بده من. اونو بده من. بکنی چیزی جا نمونه ها. شفتشو بنده. یا دستشو بگی. این آدانس هم همه تون بخورد. از تو لایه اوهو از تو لایه جعفر جون از تو لایه بشیم دیدن یادش بکنیم مریض خونه بوده. بچه ها شما اساسیه رو ببورین منزل تا ما بیاییم. بپن دیگه درشو باز نکنین ها. سلام علیکم. خوش آمدین. ببخشین که نمتونم بیام پایین. چطور؟ آخه امروز از مریض خونه اومدم بیرون. خدا بد نده. قدم سباک بود. ای بابا حالا چی شده؟ ای هرچی بود گذشت الحمدلله. خدا رو شکر اقلن تونستم موقع اومدنت ببینم. خیلی ممنونم. اصدالله جون تو بشو خونه، ما راضی به زحمت تو نیستیم با این حالت. شو خدمت میرسیم که صحبت همونو بکنیم. بشو بابا بشو. پس فعلا خدا نگهدار. سلامت سلام. بشو بشیم بابا. بریم بابا. خب نفهمیدم مثل این که میخواستی یه موضوع رو برام تعریف کنی. سر فرصت بهت میگم. دو سه روز که اینجا بمونی یواش یواش حالیت میشه. بگو دیشب ملای ده با حاجی ولی الله آمده بودم پیش داداشم، باهاش صحبت کردم، گفتن امروز ساعت خوشه، اجازه عقد رو خواستم. گلنا پای سر تو قبول کرده، الان میخوان منو ببرن همون، اصلا مقدم میکنن، شبم خبر مرگم عروسیمه. عروسیته؟ تو با خلی عروسی نمیکنی؟ نه خدا نخواد. بهش بگو یه فکری بکنه، وگرنه خودمو میکشم تن به این کار نمیدم. بهش بگو دیدار بود قیامت. گریه نکن دل داشته باش، الان بهش میگه جوابشو واسط نیاره، تن منه. گوش کن احمد، اما اگر کسی از این حرفی که بهت میزنم بویی ببره روزگار هممون سیاه میگده ها. اهه بچه شدی، دهونه کوه دماوان وا میشه، دهونه من وا نمیشه. میدونم، بهش بگو بعد از ظهر که همه در خستهان اسب میارم زیر درخت دخی، خودشو به اونجا برسونه، از اینجا فرار میکنیم، نشین به یه دیار دیگه. چرا او خودشو بکشه؟ بگو حیف نیست که تو بمیری، دشمنت بمیره. بید تو احمد جان. اما به احمد شطور دیدی ندیدی ها؟ نه به هیچ کس نمیگم تو رو دیدم. هی ظالم بنا. Bye.
آقای اون از اما امروز که روز دومادی جعفر قلیه همه اهل آبادی هم اونجایین فرزن تو کجا مخوای بشی؟ کاری نداشته باشم آه نکنه که مخوای بشی عروسی گلنار رو نبینی ها؟ حالا شما این طور فکر بکنیم عصبتون میگی یا نه؟ اون عصبونم تو ورد بشو خیلی ببین هر طور شده عصبتو بهت مرسونم هر بدی و خوبی هم از من دیدی هلال بکن چی؟ مای دیوونه شدی؟ نه دیوونه هم کدم خدایا تو خودت جوونا را عاقل بکن چی شده؟ قلی اسب کدخدا رو گرفت کدخدا خیال کرد قلی میخواد بشه تا عروسی خوهر تو نبینه نبینه که نبینه حواست کجایه؟ مای قلی رو نمیشناسی که جوون بی کله ایه نه برد رو در ره چی؟ خوهرم و برد رو در بباره اینا رو هیکن بگیم خبر. قلی جون وایسه داره تو اینجا فایده نداره چطور؟ گفت به قلی بگو داداشم بو برده که تو مخوای منو فرار هادی اومده خونه جلوی اتاقم وایساده دور تا داره خونه رو انداده رفیقاش محاصره کردن که نکنه من فرار کنم چه کار میکنی؟ کاری نداشته باش قلی قلی چیه پسر چه خبره؟ قلی میخواد آدم بکشه آدم بکشه؟ چرا؟ مگه چی شده؟ ها؟ وقتی دید گل 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 چیه؟ گل 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 حرفت هم ازن خودم دیدم کارتشو کشید گفت خون را میندازم خدایا خودت رحم بکن چی کار بکن؟ حالا چه بانی؟ نه بذار فکرم رو بکنم بچه باز خون و خون ریزی باز جوون کشی هنوز ده روز نگذشته هنوز او روز دومش خوش نشده لا لا الله هیچ ناراحت نشدی؟ ناراحتی نداری؟ حق با توه نه گلنار درست منو میشنسته نه من اونو اما همینطوری هم نمیتونیم به هم بزنیم باید با خودش صحبت کنم آخه تا سرخ که نمیتونی همدیگر ببینیم اون وقت هم دیر نیست سرخ باش صحبت میکنه یه چیزاییست که باید از زبون خودش بشنفن خب دموشم لوله لامپا بخرم شاگرد حاجی لوله رو پیچید تو روزنومه و داد دستم دیدم عکس داره حالا که واکدم میبینم عکس خوشحال سر دختر مشقربون علی زد فرج الله رو کشت میبین آدم بالای دار چشید ده روز پیش به دارش زدن خب حقشم بود کشتن جوون اونم جوونی که هزارون هزار آرزو داره اداغشو به دل پیر و مادرش گذاشتن حقا گناه کبیره کار شیطونه آدم خسر از دنیا والآخره بشه خدا به همه ما رحم بکن
گلنار بگو دیوونگی نکنه، جون من به جون او بسته ای. شما ها با هم عروسی نمکنی؟ بهش بگو تا آخر عمر به یاد میاد. خدا نگه. واتت مارم بابو بیا بالا جونم باباری بیا جون خدا هم واتت رحمت نکن. سلام علیکم. سلام. اجازه ما فرمایی ما کهوشیم اونم مکشیم بیرین بکلی. رادیو مأمور جمع‌آوری آهنگ‌های محلی هستم. یه چند تا آهنگم تو این سفر جمع‌آوری کردم، یکی از یکی بهتر. به ضبط صوت رو روشن کنم. این اولیشو یکی از بچه‌های بلورده خونده. گوش کن. تو از موسیقی ترشیده؟ آه همون است که دمسیلاشو ندارم به این لغتت مخونم. چرا حوصله نداری؟ وقتش بیاد. چیه بزر جون؟ قرض و غوله داری؟ کاش قرض داشتم. با کسی دعوت شده؟ کاش دعوت شده. آه نکنه عاشقی. بخون پسر جون دوای درد عاشق موسیقی. بخون تا دردت ساکت بشه. موسیقی زنگ فخوسته رو از دل آدم پاک میکنه. باور کن اگر استعداد خوندن آواز رو داشته باشی سر دو هفته تو رو شهره آفاقت میکنم. کاری میکنم صدای تو در هر دهکده‌ای به گوش مردم برسه، حتی اون دختری که دل از تو برده. از اون نگو، من الان اینجایم و اونا حتما پای سفره عقل. گریه نمی کنی؟ چرا جواب نمیدی؟ نکنه دلت جای دیگه بنده؟ حرف بزن. یک ساعت دیگه این پرده از میان ما برداشته میشه. یک عمر باید شریک زندگی هم باشی. نترس، ناراحت نشو، هنوز دیر نشد. اونو دوست داری؟ خوشبخت باشید.
حضرت آقای آقا جعفر قلی خان اجازه می دهید که وکالتاً از طرف شما اولیا مخدره محترمه مکرمه باکره باهره گلنار خاتون فرزند مرحوم کربلایی مهدی را به عقد دائم و زوجیت شما درآورم؟ نه اجازه میدم. نه آقا جان، من تا کنون 3500 صیغه عقد و 45976 صیغه طلاق جاری کردم، به چنین محظوری بر نخوردم. پسر جان من، مگه دیوونه شدی؟ تمون دارایی مرحوم کبلایی به دختر و پسرش رسیده. زمین، باغ، جو، گوسفند، خونه، زندگی. بابا اسمش که جوگندم نیست که خرید و فروشی باشه. این دختر به کسی میرسی که دوستش داره؟ صدا کردی به خوربانه صدا یاد یا ببرم چادری تا ساق پایت بارم چادری از قلب یک دل یار که نامحرم نبین از ساق پایه مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی یار مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی یا دفا بودیم که داغ هم نبینیم یار ولی خرمن کنیم سایش بشینیم ولی خرمن کنم سایه نداره یار دل مطاقت دوری نداره مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی یار مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی بستم نخور از آن بیس جوانه رسه که از داری از آثارش دنیه هر تمام کوه و دره ها رو دنبالش میگردن او شد و به زمین فرو رفت. گلی 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 کویه 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 مسخره نکنه یار خوشم یار والا دروغ نم الان داشت مخون پیچکش از مزون در رفته سب کنی شنم عزیز این بود آواز امگلی خواننده محبوب ما تموم شد که بیش از 2 هفته نیست پا به عالم هنر گذاشته بسن مگه دیوونه شدی امگلی رو باقلی فرق نداری حالا ما از این خواننده جوان خواهش میکنیم مجددا جلوی میکروفون بیان و خودشونو اونطور که هستن یعنی به نام حقیقی خودشون معرفی کنن. اسمم قلیه. قلی؟ بچه دهات و کونم اونجا که اوی صاف و هوای آزاد و مردم بیازار داره اینجا اسم منو هم قلی گذاشتن. 2 هفته است که افتخار همکاری با هنرمندای شما و رادیو رو پیدا کردم. بله. از این همه لطف و محبت شنوندگان و اجرا کنندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم. خب حالا دیگه چی میخواییم بخونیم؟ والا با اجازتون میخوام یا آهنگ محلی با شعر محلی واسهتون بخونم. اسم این آهنگ چی؟ اسمش گلنار جونه. گلنار جون؟
گلنار جون قشنگه؟ بله خیلی قشنگه. میدونم خیلی قشنگه. بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید پای میکروفون. آقایون از ارکستر هم حاضرن، میرم با تون همکاری کنم. بفرمایید. خب حاضرید؟ حاضرید آقا؟ خب یک دردم جونم من پای داری گل نار جون دیدم میرختی در کردم جونم من پای داری گل نار جون دیدم میرختی در تو پا جونم کردم نگاه گل نار جون ندیدم یه نختی اشتفون و من چار قطعت گلنار جون نرگز چشمونت اشتفی جون و من چار قطعت گلنار جون نرگز چشمونت میترسم جونم ترکت کنم گلنار جون ناکت بسونت جونی جونم با تو از دوریت حالی ندارم آی بین و شین و قافت بی قرارم به سه و به گرفتارم شو روز آی به غیر از لام و به درمون ندارم جونی جونم وای رزگارم هر دو زلفونه چون ابرشم گلنار جون ریشه بریشه هر دو زلفونه چون ابرشم گلنار جون ریشه بریشه دست بنداز جونم من گردنم گلنار جون مثل همیشه متول ناکنم مال خودم استی متول ناکنم جون دلم استی گر نیایی برام دیوونه میشم گر نیایی برام دیوونه میشم زدوری رو خط پروانه میشم یار حالا چیکار کنی؟ نمیدونم کجایی؟ بیا تو فالی اینجایه سلام سلام کجایه؟ این تویه این تو دیوونه شدین این تو چه کار بکنه؟ آوازه بخون آوازه؟ اوهو عجو بینا اگه این تو باشه ما میتونیم حسابی پیداش بکنیم الان من بهر میگردم کجا میشی؟ میشم بشه جعفرقلی جعفرقلی؟ خوبه بد نیست متشکرم کنی رسید شما حرارت بفرمی قبضشو بده بفرمی مرسی اینمه ممنونم بفرمی خداحافظ خوش آمدی به سلامت انشالله چی داری میگی؟ والا رفتم خونه دیدم گلنار و مارش گفتن
الان قولی تو رادیو مخونده، خودش هم شناسایی هدا، اسمش هم گفته. آها، شنیده بودم صدای خوشیدا، اما از اونجا چطور سر در آورد؟ والا منم نمیفهمم خدا. اما جعفر قولی میدونی من زیر بار جوون مردی قولی هم، باید هر طور شده تلافی کنم. تو خودت پس دیدی اقلن یه راه و چاره اینشون هاده که من بشم دنبالش. منم بدم نمیاد این عاشق دلخسته رو ببینم، با هم میریم. کجا؟ شهر، همون جایی که میخونه. راستی حرف دو حرف بیام و یادم بشو، تو بالاخره کار خودتو کردی، سر این هتل موتولا رو تو دوا کردی. چاره نیست، زندگی رو به جلو میره، دیروز نوبت گاو بود، امروز نوبت اینه. خب بعده ما فردا سر جاده، یادت نره. خدافظ. سلام. چرا نرزی که نمخواستیم سوار بشی؟ خب حالا صبر کنیم، بازم ماشین میاد. عجب آدمی ها. یکی دیگه بیا. بیا میاردم میاردم خیلی پیارت میاردم 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 میاردم. آقا ما میریم تهران، چند میبری؟ سفر 5 تومن. بریم بالا. اگه پول عرب خرسه. پنج تومان خیلی پوله. یه چونه نزنیم بریم بالا بابا. دیر بشیم بابا. آره بابا بریم. بفرما آقا. اش بالا. آقا سلو شما بفرما. یا الله. مواظب درم باشم. یا مولا. بریم آقا. دیدین گفتم امارت های قشنگی داریم. هنگه یه. خوبی هم. گلی های هم. بریم بابا. جاده نیستی شروع نکنی. خیلی خوب بابا، یه بلدی. بذار من ببینم. یا بابا. کفشامونو برگنیم. آره بابا. چشم. اطاعت میشه. سلام. 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 بفرم. ببخشید. ما با قولی کار داریم. با قولی؟ بله. اجازه دادن. بفرمید از این طرف. دارن صدا برداری میکنم. فقط خواهید میکنم سر صدا نکنم. اطاعت میشه. ما چه کار داریم به کار مردم که صداشو در بیاریم. بفرم. یا الله. بفرمید. خواهش میکنم شما اونا چی؟ اینم اطاعت میشه. عجب شهریه. یه چوبوق هم نمیلن بکشی. تا این چراغ قرمز روشنه نمیشه داخل شد. ای بابا مرا اینجا هم رکت نیست. ببخشید صداشی نمیشه شنو. چرا سب کنید؟ از اتاق فرمان میشه. اجازه بده من لای در باز کنم. مرسی متشکرم. اما سر صدا نکن. شلوغ نکنی گوش کنی. خودشه. قولیه. تو رو به خدا نمیشه. بشیم تو. صدای قولیه. بذار بشیم تو. بابا اذیت نکنید. برای من مسئولیت داره. بشیم تو. تو مرا تویین. بعد دادی بیای پای چشمه، کی میای نازنین با کرشمه. نومدی نومدی خوطری دا، هر گلی بخترین سی تا چی دا. گند و ماده رو شد نیومد یارم، خدا میدونه طاقت ندارم. تو همچون نرگس مسته، لبات مثل قنچه بسته، ابروت کمنده زلفت بلنده، بدون که دل در پیش تو بنده. بابا، من یه تو انصاف نداری.
اگه به شم رسه ما سرده بیدیم را ما میدونم سب داشته باش کبله ای شکل میگه یه لقت بنگن به در و بپر گند و ماده رو شد نیومد یارم خدا میدونم بکن بنام قولی جا قولی جا برام چی کار میکنی؟ ما که تمام زحمت های ما رو هدر دادیم قولی جا برام ما از زیر بار دین تو خلاص شدم ما حاضرم خواهرم و به تو حالم اینا چی میگه؟ من عقدش نکردم این تو و اونم گلنا عقدش نکردی؟ نه چرا عقدش نکردی؟ آخه جریان من مفصله فعلا هم نمیتونم صداشو در بیارم چی برش نگه؟ باید به من کمک کنی بالاخره میذارید به کارش برسی یا نه؟ یه بستشه میخوایم ببریمش خونه ما میخواید ببرید ببریدش اما کارش تموم نشده آقا بس شما معذرت میخوام الان درست میکنم اجازه هادین من این آهنگ عروسی محلی خودمونم بخونم بعد با هم یه میشیم بخون بخون که خوب به موقعه چون از اینجا که بشیم یه راست میشیم سر عقل ای من حاضرم آقا من حاضرم بابا حاضرید؟ کن چپ زنید و پای کوبید فکر دومادی کنید عروس و دوماد خوشحالن پس شما شادی کنید جونم پس شما شادید آی گرم از این زن گرفتن جعفر قلی ببین چی آورده بگو پسر زن دنبال خودت آوردی یا چرا کلک بزنی هی هی جبلی قم 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 جبلی هر تو دو ماتیوت که خونچه اخوادره عروس و مادیوت که خون مادر عروس نشست پدره یارم پدرش هم ناظره چه قنچه نازه ماشالله ماشالله پشت سرش جهازه ماشالله ماشالله وسیله سازه ایشالله خدا وسیله سازه این فکر دومادی کنید حالا پادی کنید جونو پرشادی کنید یا